سلام، نیما رمضان هستم. امروز میخوایم در مورد آکوردهای میت 7 و دامینانت 7 صحبت کنیم، باشون آشنا بشیم و اینکه یاد بگیریم که چجوری روی آکوردهای ماژور و مینور از اون استفاده کنیم. آکوردهای 7 آکوردهای 4 صدایی هستن که علاوه بر 3 درجه اصلیمون در درجه 1 3 و 5 درجه 7 هم به آکوردمون اضافه میشه. ما دو مدل آکورد 7 داریم، میت 7 و دامینانت 7. میت 7 نسبت به نوت اصلی آکوردمون یا روتمون نیم پرده قبلش به آکوردمون اضافه میشه و آکورد دامینانت 7 نسبت به روت آکوردمون یک پرده قبلش اضافه میشه. برای مثال اگه بخوایم یه آکورد دو ماژور رو بگیریم، اگه بخوایم دو میت 7 بگیریم، بعد نیم پرده قبل از نوت روتمون رو در اصل بهش اضافه کنیم، یعنی نیم پرده قبل از نوت دو که میشه نوت سی، من انگشت یکم برمی‌دارم و دو میت 7 ساخته میشه. اگه بخوایم دو 7 بگیریم، بعد یک پرده قبل از نوت دو رو اضافه کنیم که میشه بی فلت، و اینجا انگشت چهارم میذارم روی سیم سوم فرت 3 و بی فلت رو اینجا میگیرم. بیام حالا برای آکوردهای مینور میت 7 و دامینانت 7 رو بررسی کنیم. برای لا، اگه بخوام لا مینور میت 7 بگیریم، یعنی نوت نیم پرده قبل از نوت لا رو، یعنی جی شارپ رو باید اضافه کنیم روی سیم سوم فرت اول جی شارپ. و اگه بخوام لا مینور 7 بگیریم، یعنی یک پرده قبل از نوت لا رو باید اضافه کنیم که میشه نوت جی، که سیم سوم آزاد انگشت سوم رو درس فر می‌داره. حالا با هم یه دوره کوتاه می‌کنیم. دو ماژور، دو میت 7، دو 7، لا مینور، لا مینور میت 7، لا مینور 7. حالا تمرینی که بعد انجام بدین اینه که شروع کنید برای کلی آکوردهایی که سر دسته داریم، شروع کنید میت 7 و 7 هاشون ساختن، دامینانت 7 هاشون ساختن، و اینکه شروع کنید تمرین کردن که شکلاشون یاد بگیرید و اینو تو آکوردهای باردارمون توی دسته بست بدیم. مرسی.